سرخط خبرها. باز هم خبرهای ناگوار به مردم افغانستان. طالبان 4 تن به شمول یک زن را در کابل شلاق زدند. رهبر طالبان حقوق رئیسان و ولسوالهای خود را افزایش داد. قتل مرموز یک دختر جوان در پکتیکا. و مدوف: غرب کاملا دیوانه شده، جنگ جهانی سوم نزدیک است. با یاد خدا به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. طالبان 4 تن به شمول یک زن را در کابل شلاق زدن. دادگاه عالی طالبان اعلام کرده که 4 تن به شمول یک زن را به اتهام داشتن رابطه نامشروع در کابل شلاق زدن. دادگاه عالی طالبان روز چهارشنبه 21 سرطان در اعلامیه‌ای نگاشته است که این حکم 3 روز پیش در محوطه دادگاه ابتدایی ولسوالی پغمان و در حضور داشت برخی از مسئولان این گروه ارجاع شده است. در اعلامیه این نهاد آمده که برای هر متهم 20 دره و 3 ماه زندان حکم شده بود. بر رغم واکنش های داخلی و خارجی، گروه طالبان از سال گذشته به این سو مجازات در حضور عام را شدت بخشیده است. چند روز پیش نیز طالبان یک مرد را به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج در پکتیکا شلاق زدند. رهبر طالبان حقوق رئیسان و ولسوالهای خود را افزایش داد. طالبان بر اساس فرمان منصوب به هیبت الله خانزاده رهبری این گروه دستور داده که حقوق رئیسان و ولسوالهای این گروه افزایش یابد. در این فرمان آمده است که به حقوق رئیسان و مصارف ماهانه ولسوالها از 20,000 تا 500,000 افغانی افزوده شود. فرمان منصوب به رهبر طالبان در 12 سرطان صادر شده و یک نسخه آن تازه به بیرون درس کرده و در اختیار رسانه ها قرار گرفته است. رهبر طالبان دستور داده که ماهانه 500,000 افغانی به عنوان مصارف متفرقه بر ایسان دفاتر مرکزی و ولایتی وزارتخانه ها و نهادهای مستقل پرداخته شود. ملا خانزاده در فرمان خود افزوده که 50,000 افغانی به عنوان مصارف ماهانه هم به فرماندهان پلیس، آمران حوزه های امنیتی و ولسوال های طالبان داده خواهد شد. در فرمان آمده است که برای رئیسان ادارات غیر نظامی که 20,000 افغانی حقوق داشتند، 30,000 افغانی و آمران که 15,000 حقوق داشتند، 20,000 افغانی به حقوق اضافی پرداخته شود. بر اساس این دستور به مقام های نظامی طالبان هم بر اساس برابری رتبه های آنها با همین مقام های غیر نظامی حقوق اضافی خواهد شد. در فرمان رهبر طالبان درباره حقوق کارمندان پایین رتبه و کارمندان که حقوق آنها پس از به قدرت رسیدن طالبان کاهش یافته اشاره نشده است. قتل مرموز یک دختر جوان در پکتیکا. منابع محلی در پکتیکا گفتند که یک دختر جوان با شلیک گلوله در این ولایت کشته شده است. منابع روز چهارشنبه 21 سرطان به روزنامه 8 صبح گفتند که جسد این دختر جوان عصر دیروز از سایه پیرکوتی ولسوالی ارگونین ولایت پیدا شده است. تا اکنون هویت و انگیزه قتل این دختر جوان مشخص نیست. مسئولان محلی طالبان در پکتیکا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که چند پیش نیز مرد در ولسوالی خیرکوت خانمش را سر برید و همچنان در هفته روان یک دختر جوان در ولسوالی سرروزی این ولایت خودکشی کرد. این در حال است که با روی کار آمدن دوباره طالبان در افغانستان، قتل مرموز دختران جوان و زنان در کشور افزایش یافته است. دیمیتری مدوف: غرب کاملا دیوانه شده، جنگ جهانی سوم نزدیک است. دیمیتری مدوف معاون دبیر شورای امنیت روسیه گفت افزایش کمک های نظامی ناتو به اوکراین جنگ جهانی سوم را نزدیک می کند. مدوف در واکنش به نخستین روز جلسه ناتو به رهبری آمریکا که در آن شمار از این کشورها به ارائه کمک های نظامی بیشتر به کیف متحد شدند اظهار کرد. این کمک ها هرگز روسیه را از دستیابی به اهدافش در اوکراین باز نمی دارد. او با نشر پیام در تلگرام خود گفت که غرب کاملا دیوانه، هیچ چیز دیگر به ذهنش نمی رسد. در واقع این یک بمب است. جنگ جهانی سوم در حال نزدیک شدن است. تصمیم آنها برای ارسال کمک‌های نظامی به اوکراین بسیار قابل پیش بینی بود، زیرا چنین چیزی از حماقت آنها ناشی می‌شود. مدوف در ادامه تاکید کرد
این برای ما چه معنا دارد؟ واضح است، عملیات ویژه نظامی ادامه خواهد داشت و اهداف آن پابرجاست. در همین حال، کاخ سفید بیشتر استفاده از مهمات خوشه‌ای را تحت عنوان جنایت جنگی محکوم کرده بود. اما چند روز پیش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا انتقال این نوع از مهمات را به اوکراین صادر کرد. فرانسه نیز روز گذشته اعلام کرد که قصد ارسال موشک‌های دوربرد به کیف را دارد و آلمان هم نسبت به 25 تانک رادار و 40 موتر زیرهی و همچنان سیستم‌های دفاعی هوایی ساخت آمریکا متحد شد. این اظهارات دیمیتری مدوف در حال بیان می شود که کارشناسان در هر دو طرف بارها نگرانی خود را نسبت به درگیری میان روسیه و غرب و کشیده شدن آن به یک جنگ جهانی جدید ابراز کردند. گرچه اوکراین عضویتش در ائتلاف نظامی ناتو را بدون هیچ گونه ترس توصیف می کند، اما عضویت این کشور در ناتو می تواند جنگ را میان روسیه و ناتو ایجاد کند. خبرهای ناگوار باز هم در مورد افغانستان. افغانستان باری دیگر به کانون تروریسم تبدیل شده است. منبع خبرگزاری دهل. زمانی که امریکا اعلام کرد که نیروهای خود را از افغانستان خارج می کند، اکثریت به این باور بودند که این آخرین فصل تعامل مبارزه ما در افغانستان علیه تروریسم خواهد بود و دیگر خطر مانند 11 سپتامبر ایالات متحده را تهدید نخواهد کرد. در کمتر از 2 سال گذشته، برعکس تصورات، واقعیت مسئله طوری دیگر بوده است و افغانستان باری دیگر به محل تجمع سازمان‌های تروریستی برای آموزش، طراحی و سازماندهی حملات به کشورهای منطقه و فرامنطقه تبدیل شد. این نتیجه گیری بر اساس گزارشی است که در ماه جون توسط کمیته نظارت بر تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه گروه طالبان به صورت علنی منتشر شده است. این گزارش افغانستان تحت سلطه طالبان را پیوند خورده با تعداد سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و جهانی تعریف می‌کند که می‌تواند بدون هیچ گونه مزاحمت از خاک افغانستان به انجام فعالیت‌های تروریستی خود بپردازند. ارقام این گروه‌ها در سال 2023 نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در بخش کوتاه این گزارش آمده است: ارتباط بین طالبان، القاعده و تحریک طالبان پاکستان همچنان قوی و برقرار است و گروه های تروریستی از آزادی های کامل در زمینه های فعالیت و مانورهای نظامی سیر سایه گروه طالبان برخوردارند و با زمینه سازی طالبان برای فعالیت گروه های تروریستی، خطر تروریسم هم در افغانستان و هم در منطقه در حال افزایش است. بر اساس این گزارش، طالبان جز گروه داعش از بقیه گروه های تروریستی را با آغوش باز پذیرایی و همکاری می کند و در امر مبارزه با داعش و سرکوب آن نیز ناتوان است. سپاس که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر چینل را سابسکرایب و ویدیو را لایک کنید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددگار همه‌تان.